سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، سروران عزیز و ارجمند. امروز در خدمت شما هستیم با بحث توانایی لوازم الکتریکی بر اساس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی طبق استاندارد آیسی 6140. طبق این استاندارد ما 3 تا کلاس داریم. کلاس 1 تجهیزاتی هستند که برای محافظت در مقابل شوک الکتریکی حتما این تجهیزات باید به ارد وصل بشن. تجهیزات کلاس 2 تجهیزاتی هستند که بر اساس عایق دوبل ساخته شدن و نیازی به ارت هم ندارن. تجهیزات کلاس 3 تجهیزاتی هستند که بر اساس ولتاژ ایمن کار میکنن و ما رو در مقابل شوک الکتریکی محافظت میکنن. خب تجهیزات کلاس 1 تجهیزاتی هستند که ترکیب از عایق‌های اولیه و سیستم ارت به عنوان حفاظت تکمیلی که در این تجهیزات به کار رفته طراحی میشن. کابل ورودی در این تجهیزات در سیستم های تک فاز به صورت سه رشته و در سیستم های سه فاز به صورت چهار رشته و پنج رشته است. کابل ارت در این تجهیزات حتما باید ترکیبی از رنگ سبز و زرد باشه. این کلاس تجهیزات معمولا در تجهیزاتی هستند که بدنه این تجهیزات بدنه رسانه هست و عایق نیست و اگر به هر دلیلی شکست عایقی در حادی ورودی اتفاق بیفته، یعنی فاز من دچار شکست عایقی بشه و اتصال به بدنه پیدا بشه، من مصرف کننده اگر به بدنه تجهیز دست بزنم دچار برق گرفتگی میشم. پس برای اینکه ما دچار برق گرفتگی نشیم حتما بیایم این تجهیزات رو به ارت وصل میکنیم. پس در این تجهیزات هم کابل ورودی باید داره ارت باشه، هم پریز، هم دوشاخی یا خود تجهیز حتما باید بدنش به ارت متصل شده باشه که اگر به هر دلیلی اون شکست عایقی اتفاق افتاد، جریان از طریق سیم ارت به زمین منتقل بشه و این جریان اتصالی به زمین به قدری بزرگ بشه که سیستم های حفاظتی من که فیوز های مینیاتوری یا کلید های حفاظ جان هستن سریعا عمل کنن و مدار رو قطع بکنن. خب این نماد، این تجهیزات نماد اتصال ارت هست که شما تو تصاویرم دارین میبینین که در این سه شاخه صنعتی میبینین این اتصال به زمین، یا در این تجهیزات شما کاملا این نماد رو میبینین. در تجهیزات کلاس 2 این تجهیزات طوری ساخته شدن که بدنه این تجهیزات بدنه عایقی هست. پس اگر به هر دلیلی فاز من دچار شکست عایقی بشه، چون بدنه بدنه عایقی هست، اگر اتصال هم پیدا بکنه من دچار برق گرفتگی نمیشم. نماد در این کلاس ها به صورت مربع دوبل هست که شما در سشوارها، در سنگفرزها، دریل ها این نشانه مربع دوبل رو میبینید. ببینید بدنه کاملا بدنه عایقی هست. اگر به هر دلیلی شکست عایقی اتفاق افتاد، چون بدنه بدنه عایقیه، من دچار برق گرفتگی نخواهم شد. تجهیزات کلاس 3 تجهیزاتی هستند که میان از طریق ترانسفورماتورهای کاهنده‌ای که در این سیستم ها به کار رفته ولتاژ به صورت ولتاژ ایمن میکنن. ولتاژ ایمن چه ولتاژی هست؟ ولتاژی که برای برق AC 50 ولت و برای برق DC 120 ولت هست. یعنی میان به صورت سلوش میکنن، یعنی سیفتی اکسترا لو ولتاژ، ولتاژ رو در حد ممکن کم میکنن که نماد در این کلاس به صورت لوزی دارای سه تا خط میباشد یا خود کلمه سلو رو این تجهیزات نوشتن. ممنون و سپاسگزارم.